جامعه ایرانی چه در داخل یا خارج نیازمند این هست که نهادها و سازمانهای حقوقی بین المللی رو بشناسد که بتواند این حق دادخواهی که در حقیقت یکی از حقوق اساسی فردی هست که در اسناد بین المللی و منطقه‌ای به رسمیت شناخته شده و برای اون یک ضمانت اجرایی هم قائل شده اند این اسناد، بتونیم به در حقیقت این اقدام حقوق بشری رو انجام بدیم. ببینید، این حق در واقع به معنای طرح دعوا، شکایت، تظلم خواهی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی برای احقاق حق و خواستار اجرای عدالت شدن هستش و حق دادخواهی در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده که به دادگاه‌های ملی صلاحیت دار و نهادهای در صورتی که دادگاه‌های ملی ناصالح هستند و یا اساساً نمی‌خواهند قادر نیستند به حیث علمی و حقوقی بتوانند به اون دادخواهی شهروندان دادخواه رسیدگی بکنند، ما میتوانیم در نهادهای حقوقی بین المللی این اقدام رو انجام بدیم که تاثیرگذار باشه و اون شکواییمون رو، دادخواستمون رو به اون نهادها بدهیم تا مورد رسیدگی قرار بگیره. این حق در واقع بسیار مهمه و تحقق اون نیازمند وجود یک دادگستری و نهاده قضایی مستقل از قوه اجرایی هست. اینجا من نیاز دارم که اشاره بکنم به اون نظریه مونتسکیو و تفکیک قوایی که در حقیقت راجع به اون بسیار سخن گفت و نهادینه کرد این نظریه رو، که این نهادینه شدن رو ما در قوانین کشورهای با نظام دموکراتیک می‌بینیم که این سه قوه اساسی در اون جامعهشون مستقل از هم هستند، اما مسئله استقلال به این معنا نیست که نظارتی بر اینها نباشه. نظارت دارند، دخالت ندارند و هیچ اعمال نظری در اقدامات که باید انجام بدن صورت نمیگیره. و با توجه به اینکه این اسناد بین المللی وجود داره، من میتونم اشاره بکنم به اصل صلاحیت قضایی جهانی که در اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی اومده، که در اونجا هم حق دادخواهی رو به عنوان یک حق مسلم حقوق بشری برای قربانیان و حتی خانواده هاشون که مورد نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشری و نقض وخیم و فاحش حقوق بین المللی بشر دوستانه قرار گرفتند، اونجا به صراحت آورده شده که در واقع جزو یکی از اسناد نوین بین المللی هست که در حال حاضر ما می توانیم به اون استناد بجوییم. و با توجه به این که حکومت اسلامی درست است که به این اصل صلاحیت قضایی جهانی نپیوسته، اما با توجه به این که ما بخشی از دوره گذار رو در حال پیشروی هستیم، با توجه به تأسیس کمیسیون کشف حقیقت سازمان ملل که در سال 2022 تأسیس شد و اون هیئتی که موظف به مستندسازی اسناد و مدارک قربانیان و خانواده هاشون، جانباختگان و افرادی که به ویژه طی 2 سال گذشته دارای مصدومیت های جسمی فیزیکی شده اند، اینها ما می توانیم از طریق
ارسال اسناد و مدارک دقیق و متقن به این کمیسیون کشف حقیقت اسناد رو ارائه بدهیم، زیرا که این اسناد بعد از دوره عدالت در فرایند عدالت انتقالی و کمیسیون کشف حقیقت و دیگر کمیسیون هایی که زیر مجموعه این کمیسیون اصلی هستند موظف به رسیدگی به شکایات افرادی هستند که توسط حکومت اسلامی در واقع نقض فاحش بین المللی نسبت بهشون علیهشون انجام شده، و از طرف دیگر بسیاری از این اقدامات و در حقیقت جنایت هایی که صورت گرفته جزو جرائم فاحش بین المللی هست که ما می دانیم این جرائم جنایات علیه بشریت، جنوسید، تجاوز، جرائم جنگی و اینها هستش که بر اساس طبقه بندی که نسبت به این اسناد و مدارک عزیزان در کمیسیون کشف حقیقت و توسط قاضی تحقیقی که قبل از اون مرحله دادرسی به این اسناد در رسیدگی میکنه و اونها رو مورد طبقه بندی حقوقی به حیث رسیدگی قرار میده، اینها بسیار بسیار میتواند مؤثر باشد. دلیلش هم این هست که در داخل ایران قوه قضاییه اساساً نه تنها مستقل نیست، بلکه قضاتش هم وابستگان و از اعضای همین نظام و همین حکومت هستند. بنابراین مسئله حق دادخواهی و حقوق شهروندی اساساً مورد رسیدگی قرار نمیگیره و یقینا شکوایی هایی هم که به این نهاد قضایی ارسال میشه، ارائه میشه، مسلما اون رو ثبت نخواهند کرد با توجه به عرایضی که خدمتون گفتم، و به همین جهت هست که عزیزان میتوانند از طریق ایمیل هایی که کمیسیون کشف حقیقت در همون ابتدای تأسیسش به صورت عمومی در اختیار رسانه ها قرار داده، از اون طریق بتوانند این مدارکشون رو بفرستن. همچنان که طی 2 سال گذشته 2 گزارش کتبی و بسیار مبسوط توسط این کمیسیون کشف حقیقت ارائه شد که در حقیقت آخرینش همون گزارشی بود که جنایت علیه بشریت توسط رژیم اسلامی و همچنین فراز آپارتاید جنسیتی رو عنوان کرد که این آپارتاید جنسیتی رو در اکتبر 2024 نسبت بهش رسیدگی میشه که تحت عنوان یک معاهده مستقل و با عنوان آپارتاید جنسیتی تدوین بشه که عزیزان ایرانی به ویژه بتوانند از این فرصت استفاده بکنند تا به استناد معاهده جدید بتوانند باز هم از مکانیسم های حقوقی بین المللی در مسیر دادخواهیشون بهره مند بشن. ضمن اینکه این مسئله دادخواهی رو ما از طریق همون عدالت فرایند عدالت انتقالی و با توجه به تشکیل دادگاه های کیفری ویژه هم می توانیم پیگیری بکنیم و این در حقیقت تدوین شکوایی و اسناد و مدارک دقیق بسیار می تواند در این مسیر به عزیزان قربانیان و خانواده هایی که بازمانده هستند می تواند کمک بکند.